سلام و وقت بخیر بیننده های عزیز، به مهمترین رویدادهای خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در آغاز سرخط اخبار. اختصاص 87 میلیون بودجه تشویقی برای ولایت بامیان از سوی وزارت مالیه. وزارت مالیه در 34 ولایت امسال در سال 1400 تصمیم داره که همیشه راه را دایر نمونده. آغاز سومین دوره مسابقات بایسکل رانی کوهستان در ولایت بامیان. ثبت بیش از 2000 پرونده خشونت علیه زنان در 9 ماه گذشته در کشور. و حادثه ترافیکی در شاهراه هیرات قندهار جان 11 نفر را گرفت. مشروحی اخبار. دولت افغانستان بودجه تشویقی را به خاطر کاهش فقر، اشتغالزایی و توسعه زیربنایی برای سال 1400 به ولایت اختصاص داده است که این بودجه در ولایت به اساس کاری‌هایی که در اولویت است تطبیق می‌شود. وزارت مالیه مجلس مشورتی حکومت را با مردم در شماری از ولایت برگزار می کنند. در این گفتمان ها مردم بر آن چیزهایی که در ولسوالیشان در اولویت و همه از آن مستفید شوند به حکومت پیشنهاد می دهند که سهم بامیان بیش از 87 میلیون افغانی می باشد. مسئولان محلی بامیان می گویند که برای هر ولسوالی 10 میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته است و این 87 میلیون افغانی در 8 ولسوالی قرار است به مصرف برسد. گزارش از علی سامی. مجالس مشورتی حکومت با مردم یک پروسه باز. دولت افغانستان بودجه تشویقی را به خاطر کاهش فقر، اشتغالزایی و توسعه زیربنایی در سال 1400 برای تمام ولایات اختصاص داده است که این بودجه در ولایات به اساس کارهایی که در اولویت است تطبیق می شوند. وزارت مالیه مجلس مشورتی حکومت را با مردم در شمار از ولایات برگزار می کنند که در این گفتمان ها مردم بر آن چیزهایی که در ولسوالیشان در اولویت و همه از آن مستفید شوند به حکومت پیشنهاد می دهند که سهم بامیان از این بودجه 87 میلیون 142 229 افغانی می باشد. وزارت مالیه در مجموع تصامیم را اتخاذ کرد تا شورای را با جمعی از مردم با هماهنگی با مردم طرح بکنه و او را پیشکش بکنه به دولت. بنان با نظر داشت از این موضوع وزارت مالیه در 34 ولایت امسال در سال 1400 تصمیم دارند که همین شوراها را دائم نمونده و با سقف ارائه شده که اسناد از او به دسترس شما قرار میگیره انشالله از طریق مستفیت هر بخش هر ولایت اونا اجرات خواد کردن و روی همین وظایف از این مجالس هی است که ما بتانیم پروژه های واقعی و خاص مردم انعکاس بدیم و او را مد نظر بگیریم و بودجه ای که مورد نظر هست به جای درست و منظمش به مصرف برسد. مسئولان اداره محلی بامیان میگوید که برای هر ولسوالی 10 میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته است و این 87 میلیون افغانی در 8 ولسوالی قرار است به مصرف برسد. سال 1400 هم 1 میلیون دلار که تشویقی برای ولایات داده میشه که 87 میلیون افغانی میشه و نمو تقسیم شده سر 7 ولسوالی و مرکز ولایت. برای از یک پروژه انتخاب شد با مشوره مردم و ولسوالا که از این بودجه در سال 1400 حتما به خیر ساخته میشه. قریزی سرک دانشگاه بامیان در مرکز، امار کلینیک در یک کولنگ نمبر 2، پختکاری سرک داخل بازار یک کولنگ نمبر 1، ترمیم سرک دره عراق و دره غندک در ولسوالی شیبر، امار جوی آب در سیغان، ترمیم کوتل دندانشکن در کهمرد و همچنان ترمیم سرک در ولسوالی های ورس و پنجاب از پروژه های پیشنهادی مردم است. پروژه ها بسیار مؤثر، بسیار در مردم کمک، بسیار گپی خوب است در جامعه، در مردم بسیار مؤثر است. مشوره از دولت با ملت، از ملت با دولت یک وابستگی، یک پول ارتباطی بسیار محکم میه. دیگه ثانیاً اقتصاد مردم
در اقتصاد مردم بسیار کمک است، اما اولیتی که مردم نیازمندی هایی که داره و نمور پیشنهاد میکنه اقلا امیدوار هستیم که امشالله اما نیازمندی های درجه یکی از ما شاید از این طریق حل شود. اما باشنده های بامیان از اختصاص این بودجه در این ولایت انتقاد میکنند و آن را بی‌عدالتی و ظالمانه میدانند و آنان همواره دست به حرکت های مدنی و اعتراضی زدند. پهنزه تیب در بامیان، دوم پهنزه انجینری در بامیان، سوم سرک از دهن اقربات الی ولسوالی کهمرد که باید سرک قرضی شود، سرک از ولسوالی یکاولنگ الی مرکز ولسوالی لنبردو که باید قرضی شود، سرک از مرکز ولسوالی یکاولنگ لنبریک الی کوتل قناق ولسوالی ورس تقریبا 130 کیلومتر میکید باید در بودجه ملی بیا بسیار مهم و اساسی است. با این حال 1,765,000,000 افغانی بودجه عادی و 122,000,000 افغانی بودجه انکشافی سال 1399 خورشیدی ولایت بامیان می باشد که تا اکنون 105,000,000 افغانی از بودجه انکشافی در این ولایت به مصرف رسیده است. علی سامی، تلویزیون بامیان. سومین دوره مسابقات بایسکل رانی کوهستانی با اشتراک 50 ورزشکار پسر و دختر از ولایت کابل، غزنی و بامیان در منطقه تاله ینک مرکز این ولایت آغاز شد و قرار است که تا فردا جمعه ادامه داشته باشد. علی شاه فرهنگ یکی از مسئولین میگوید که این مسابقه به منظور ترویج و رشد ورزش معرفی ساحات کوهستانی این ولایت میباشد. بامیان با داشتن آب و هوای خوب برای دایر نمودن مسابقات و تمرینات ورزشی با ویژه برگزاری مسابقات کوهستانی بهترین و مناسبترین مکان می باشد. اما ورزشکاران از کمبود امکانات و کم توجهی حکومت شکایت دارند و آنان از برگزاری چنین مسابقات را برای تشویق و رشد جوانان با ارزش می دانند. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل میگوید که در جریان 9 ماه گذشته 2088 پرونده خشونت علیه زنان در کابل و وسایر ولایت ها ثبت شده است. آقای رسولی که روز پنجشنبه در میزان در یک نشست خبری سخن میزد گفت که این پرونده ها از ماه جدی سال گذشته تا پایان ماه سنبله سال جاری ثبت شده است. با گفته او این پرونده ها تجاوز جنسی، لتوکوب، آزار و اذیت، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، بعد دادن ممانعت در اموال زنان، منع تصرف در میراث ازدواج با بیش از یک زن، تجاوز به عفت و مجروحیت ها و معلولیت هایی که منجر به مرگ زنان شده را شامل می شود. آقای رسولی افزود که از این میان 662 پرونده در کابل، 256 پرونده در بلخ، 208 پرونده در هرات، 119 پرونده در دایکندی، 72 پرونده در فاریاب، 69 پرونده در بامیان، 67 پرونده در تخار، 66 پرونده در ننگرهار و همین ترتیب از 46 تا یک پرونده در سایر ولایت ها ثبت شدند. او علاوه کرد بیشترین پرونده ها که شامل 1100 مورد می شود لدوکوب بوده است، 234 مورد هم آزار و اذیت، 173 مورد نیز تجاوز جنسی و به همین ترتیب دیگر موارد بوده که ثبت شده است. سخنگوی دادستانی کل گفت که در بخش تجاوز جنسی 34 مورد در کابل، 24 مورد در بلخ، 17 مورد در ولایت هرات و متبقیان در ولایت های فاریاب، بدخشان، کندهار و تخار ثبت شده است. و خبر اخیر این که مقام ها در هرات از وقوع یک حادثه مرگبار ترافیکی صبح روز شنبه در مسیر ولسوالی ادرسکنی این ولایت خبر می دهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز پنجشنبه اول نوامبر ده میزان به رسانه ها می گوید که در نتیجه برخورد دو موتر مسافربری بس و فلانکوج 11 نفر کشته شدند. سخنگوی والی هرات می گوید که 3 زن، 2 کودک و 6 مرد قربانیان این رویداد ترافیکی هستند. محمد رفیق شیرزای سخنگوی ریاست صحت عامه هرات نیز از انتقال اجساد 11 نفر به شفاخانه حوزوی این ولایت خبر میدهند. آقای شیرزای میگوید که در این حادثه ترافیکی 7 نفر زخم برداشته اند. به گفته ی سخنگوی ریاست صحت عامه هرات، از آغاز سال روان شمسی تا کنون حادثات ترافیکی در شاهراه ها اضافه از 145 کشته و بیش از 5000 نفر زخمی بر جا گذاشته است. مقام ها به احتیاطی رانندگان در شاهراه هرات قندهار را عامل اصلی حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از این رویداد ها می دانند.
تشکر و سپاس. این بود سرویس خبری امروز که تقدیمتان شد. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.